آتنا و عشق گفته می شود هر قدر زئوس عاشق پیشه و هوسباز بود، آتنا دختر زیبا و خردمند او به هیچ وجه با عشق میانه‌ای نداشت. او حتی یک بار هم به ابراز عشق کسی توجه نکرد. خدایانی که مهری از آتنا در دل داشتند، بی‌اعتنایی‌های او را که می‌دیدند، او را به داشتن رابطه‌های پنهانی با هلیوس، خدای آفتاب و خدای صنعت، هفائستوس و حتی هراکلس که نیمه خدا بود، متهم می‌کردند. این در حالی بود که آنها نیک می‌دانستند آتنا می‌خواهد جاودانه دوشیزه بماند. شاید به این دلیل که او به عنوان الهه جنگ نمی‌توانست زیر سلطه الهه‌های دیگر مانند آفرودیت قرار بگیرد. در افسانه گفته می‌شود روزی آتنا با یکی از پریان جنگل در رودخانه شنا می‌کرد. تیرزیاس، شبان جوان و زیبا که از آنجا می‌گذشت، ناگاه چشمش به اندام برهنه الهه افتاد. هرچند او از روی عمد نگاه نکرده بود، ولی الهه به خشم آمد و بیدرنگ تیرزیاس را از هر دو چشم نابینا کرد. پری جنگل که فریفته زیبایی تیرزیاس شده بود، از الهه خواست چشمهای او را برگرداند، ولی آتنا حاضر نشد چشمهایی را که او را برهنه دیده بودند بازگرداند. آتنا در عوض به جای بینایی از دست رفته تیرزیاس، قدرت غیب‌گویی و پیشگویی آینده را به او بخشید. در افسانه دیگر گفته می شود روزی آتنا نزد هفائستوس خدای صنعت رفت تا او زرهی برایش بسازد. هفائستوس که همسر آفرودیت زهره بود، نگاهی ناگهان به آتنا انداخت و او را در آغوش کشید. آتنا از چنگ او گریخت و آنچنان از خود دفاع کرد که هفائستوس دیگر سراغ او نرفت و نتوانست نقشه خود را عملی کند. ناچار او برای تسکین هوس خیش سراغ گایا، الهه زمین رفت و او را باردار کرد. اندکی بعد گایا پسری به نام اریکتونیوس به دنیا آورد. اریکتونیوس مورد خشم خدایان قرار گرفت، ولی آتنا او را حمایت کرد و برای اینکه از خشم خدایان در امان باشد، او را در صندوقچه‌ای در بسته گذاشت و به سه دختران سکروپس سپرد. الهه از دختران خواست در صندوقچه را باز نکنند، ولی دو تای آنها نافرمانی کردند و در صندوقچه باز شد. آنها افعی بزرگی را دیدند که پیرامون کودکی حلقه زده بود. دختران سکروپس جیغ کشیدند و فرار کردند. آتنا از این نافرمانی به خشم آمد و هر دو دختر را دچار جنون کرد. سرانجام روزی این دو خواهر به بالای آکروپول رفتند و خود را به زیر افکندند. آن کودک بزرگ شد، سلطنت آتن را به دست گرفت و پرستش آتنا را آیین رسمی آتنی ها کرد.